درود به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 8 فوریه 2024 میلادی برابر است با 19 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. یک منبع نزدیک به سوریه بابای چگینی، زندانی سیاسی در زندان چوبین در قزوین، گفت که آیدا مراد بهروزی، دختر نوجوان این زندانی سیاسی، بیش از یک هفته است که ناپدید شده است. آیدا مراد بهروزی فرزند رضا مراد بهروزی، زندانی سیاسی پیشین و سوریه بابای چگینی است. این منبع مطلع گفت آیدا مراد بهروزی و همکلاسیش هستی محمد حسینی ساعت 12 ظهر 11 بهمن ماه برای رفتن به مدرسه از منزل خارج شدند و تا کنون بیش از یک هفته است که ناپدید شدند. بنا به این گزارش، با وجود اینکه خانواده های این دو نوجوان به کلانتری، آگاهی، اطلاعات و دادگستری اطلاع دادند، اما اقدام کافی و مؤثری برای یافتن این دو نوجوان صورت نگرفته و به خانواده ها گفته شده ما نمیتوانیم آنها را پیدا کنیم. منبع مطلع همچنین اضافه کرد که فتح‌الله علی محمدی، دادستان و رئیس دادگستری محمدیه استان قزوین، به سوریه بابای چگینی گفته است که به خاطر گم شدن دخترت اگر روسری بر سر کنی و ابراز ندامت کنی، اجازه می دهیم با سپردن سند و با پابند آزاد شوی و دخترت را پیدا کنی. سوریه بابای چگینی از مخالفان حجاب اجباری در قزوین که پیش از این هم سابقه بازداشت داشته، 25 تیر ماه سال جاری دوباره به همراه همسرش محمد رضا مراد بهروزی به دست ماموران لباس شخصی بازداشت شد و در حال حاضر در زندان چوبین در قزوین زندانی است. این زندانی سیاسی حدود 20 ماه است که در زندان به سر می‌برد، در حالی که میزان اشد مجازات او 1 سال بوده است. با گذشت 3 روز از حبس شماری از روزنامه‌نگاران تحریریه رسانه فردای اقتصاد به دست ماموران امنیتی در ساختمان محل این رسانه، همچنان خبری از 5 روزنامه‌نگار این رسانه نیست و بیمان می رود که بازداشت شده باشند. علی میرزاخانی سردبیر، بهزاد بهمن نژاد قائم مقام سردبیر و 3 تن از ویدیو ژورنالیست های فردای اقتصاد به نام های علی تسلیمی، نیکان خبازی و مهداد عسکری از روز دوشنبه 16 بهمن ماه تا کنون به خانه باز نگشتند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. از ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه حدود 30 خبرنگار فردای اقتصاد بدون هیچ توضیحی از توی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شدند. این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند که گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده است. بامداد 3 شنبه 17 بهمن ماه شماری از روزنامه‌نگاران این رسانه فردای اقتصاد بعد از حدود 14 ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی از ساختمان خارج شدند، اما از آن زمان تا کنون خبری درباره وضعیت 5 روزنامه‌نگار محبوس باقی مانده منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران امروز پنجشنبه اعلام کرد که حکم قطع 4 انگشت دست یک زندانی با هویت یوسف تا، 34 ساله، 26 تیر ماه امسال در زندان مرکزی قم اجرا شده است. این سازمان به نقل از یک منبع آگاه، اتهام آقای یوسف تا را سرقت 5 رأس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران اعلام کرد. این منبع گفته است که آقای یوسف تا در تمام طول 13 ماهی که در زندان بوده بر بیگناهی خود اصرار داشته و اتهام سرقت را رد کرده است. بر اساس این گزارش، این متهم بنا بوده و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بوده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در واکنش به اجرای این حکم گفت قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت 5 رأس گوسفند توسط نظام فاسدی که مسئولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌گیرند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد. امیر مقدم در ادامه افزود خامنه‌ای، مسئولان و قضات قوه قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.
شرکت متا تمام حساب‌های علی خامنه‌ای در اینستاگرام و فیسبوک را بسته است. با وجود آنکه شرکت متا بیانیه‌ای در این خصوص نداده، برخی این احتمال را مطرح کردند که این اقدام متا احتمالاً به دلیل حمایت حساب‌های منتسب به خامنه‌ای از حماس و حوثی‌ها حذف شده است. پیشتر نیز برخی از اکانت های منتسب به علی خامنه ای در اینستاگرام و توییتر بسته شده بود. با این حال در 2 سال گذشته اکانت های منتسب به رهبر جمهوری اسلامی فعال بوده و چند میلیون دنبال کننده داشت. با وجود فعال بودن بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام و توییتر، حکومت دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده و اینستاگرام و فیسبوک چندین سال است که در ایران فیلتر شدند. هرنا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که مجید خوشمنظر، کارمند ارشد کنترل ترافیک مشهد که به محاربه متهم شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به 10 سال حبس و 1 سال تبعید به تایباد محکوم شده و دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی حکم را عیناً تایید کرده است. هرانا میگوید که از کار انداختن دوربین های مدار بسته از جمله اتهاماتی است که علیه مجید خوشمنظر مطرح شده است. مجید خوشمنظر که دوران محکومیت حبس خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری می‌کند، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد. گفته می‌شود که 4 آبان ماه سال گذشته و همزمان با 40مین روز کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد، دوربین‌های ترافیک شهری در مشهد از کار افتادند و بعداً گفته شد که این مسئله به دلیل آتش گرفتن فیبرهای نوری مرکز کنترل ترافیک شهرداری بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، برخی از بازداشت شدگان پرونده موسوم به اکباتان به طور موقت آزاد شدند. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی حسین نعمتی، یکی از متهمان این پرونده، خبر داد و نوشت موکلش با تودیع وثیقه از زندان قزلحصار به طور موقت آزاد شده است. امروز پنجشنبه هم سایت خبری رادیو فردا آزادی علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک را تایید کرده و نوشته است که امیر محمد خوش اقبال، یکی دیگر از متهمان این پرونده، هم با قرار وثیقه در شرف آزادی قرار دارد. محمد مهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی، نوید نجاران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال و علیرضا برمرز پورناک در اعتراضات سراسری سال گذشته در منطقه شهرک اکباتان در تهران به اتهام مشارکت در کشته شدن یکی از نیروهای عضو بسیج به نام آرمان علیوردی بازداشت شدند. اتهامات بازداشت شدگان توسط سخنگوی قوه قضاییه محاربه، مشارکت در قتل و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در پی انتشار تصاویر توهین به مقدسات در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است. دیجیکالا لیوان، ماگ و کفش‌هایی به نام افراد طراحی کرده که برخی از آنها اسامی افراد مقدس شیعه هستند. خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است. هنوز به طور رسمی جزئیاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده، اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار نظام که از آنان با عنوان اردش یاد می شود، در رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند. شکست تیم فوتبال ایران در برابر قطر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته است. گروهی از کاربران که از آنها با عنوان ارزشی یا اصلاح طلب یاد می شود، با ابراز ناراحتی خواستار جدایی ورزش از سیاست شدند. در مقابل
بسیاری از ایرانیان با حکومتی خواندن این تیم با باختش شادمانی کردند. برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر تماشاگران ایرانی در مسابقات جام قهرمانی آسیا گفتند که حکومت در فقدان تماشاگران مردمی نیروهایی از بسیج و سپاه پاسداران را برای حمایت از تیم فوتبال به ورزشگاه‌های قطر فرستاده است. دیدار نیمه نهایی ایران و قطر در جام جهانی بخشی در جام قهرمانی آسیا همزمان با سالروز تولد امیر نصرآزادانی فوتبالیست بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی برگزار شد و بسیاری از کاربران از او به عنوان فوتبالیست ملی ایران یاد کردند. امیر نصرآزادانی 8 آبان ماه سال 1401 بازداشت شد و در پرونده معروف به خانه اصفهان به معاونت در محاربه متهم و در مجموع به 26 سال حبس محکوم شد. علاوه بر او شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از علی کریمی، علی دایی، بوریا غفوری، کریم باقری و فوتبالیست‌های دیگری به عنوان قهرمانان ملی نام بردند که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با مردم معترض همراهی کردند. شماری از کاربران مخالف جمهوری اسلامی از مهران استماک، یکی از جوانان کشته شده در جریان خیزش انقلابی، یاد کردند. برانکان عشبان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب کرد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در دو اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، در بیانیه‌ای از کشته شدن یک فرمانده کتائب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حمله پهپادی شامگاه چهارشنبه 18 بهمن ماه در بغداد خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پاسخ به حملات به نیروهای آمریکایی حمله یک جانبه در عراق انجام دادند که در آن یک فرمانده کتائب حزب الله که مسئول مستقیم طراحی و مشارکت در حملات به نیروهای آمریکایی در منطقه بود کشته شد. بعد از انتشار این خبر، گروه حرکت النجبا، یکی دیگر از اعضای گروه مقاومت اسلامی عراق، در واکنش به حمله پهپادی آمریکا از
مقابله به مثل هدفمند سخن گفت. حرکت نجبا در بیانیه خود که در خبرگزاری فرانسه منتشر شده بر اینکه این جنایات بی پاسخ نخواهد ماند تاکید کرد و نوشت که توقف این گونه حملات نیازمند پاسخ قاطع دولت عراق است. نجبا هم مانند کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی جمهوری اسلامی در عراق است. نیروهای اسرائیل امروز پنجشنبه مناطقی را در شهر مرزی رفح که بیش از نیمی از جمعیت غزه در آن پناه گرفته‌اند بمباران کردند. سازمان‌های امدادی هشدار دادند که اگر اسرائیل تهدید ورود زمینی به رفح را عملی کند، فاجعه انسانی رو خواهد داد. رفح یکی از آخرین مناطق باقی مانده در نوار غزه است که نیروهای اسرائیلی در طول عملیات زمینی خود هنوز وارد آن نشدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت فشار بر رفح در مرز غزه با مصر آنچه را که در حال حاضر یک کابوس انسانی با عواقب ناگفته منطقه ایست تشدید می کند. به گفته ساکنان رفح، هواپیماهای اسرائیل صبح پنجشنبه مناطقی در این شهر را بمباران کردند و در حمله به دو خانه دست کم 11 تن کشته شدند. تانک ها همچنین برخی مناطق در شرق رفح را گلوله باران کردند و ترس ساکنان از حمله زمینی قریب الوقوع را افزایش دادند. با وجود رد پیشنهاد حماس از سوی اسرائیل، مذاکرات بیشتری در نظر گرفته شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که هنوز جای مانو وجود دارد. بلینکن چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در هتلی در تل آویو بدون اشاره به مفاد پیشنهاد حماس گفت عناصر پیشنهادی حماس حاوی شروطی بود که از ابتدا و به روشنی از امکان جلو رفتن جلوگیری میکرد. او با این حال تأکید کرد که به تلاش برای پیشبرد مذاکرات آتش بس ادامه خواهد داد. بلینکن همچنین گفت که تلفات غیر نظامیان هنوز بسیار زیاد است و تکرار کرد که عملیات نظامی اسرائیل باید حفظ جان غیر نظامیان را در اولویت قرار بدهد. هیئتی از حماس به رهبری خلیل الحیه یک مقام ارشد حماس امروز پنجشنبه برای گفتگوهای آتش بس با میانجیهای مصر و قطر وارد قاهره شده است. در پی گزارش‌ها درباره روابط پنهان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با گروه بین‌المللی بحران، سه عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار تحقیق درباره این موضوع شدند. در این نامه که در تاریخ 16 بهمن ماه خطاب به مریک گارلند دادستان کل ایالات متحده نوشته شده، جیم بانکس، الیس استپانیک و مایکل والتس اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی لایحه ثبت نام عاملان خارجی یا فارا از سوی گروه بین‌المللی بحران شدند. گروه بحران اندیشکده است که به دولت آمریکا مشاوره می‌دهد. گزارش حاکی است که دولت ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما اتحاد پنهانی با گروه بین‌المللی بحران شکل داده و از این اندیشکده معتبر برای لابیگری در مسائل هسته‌ای با دولت آمریکا استفاده کرده است. رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه اعلام کرد که الهام علیوف با کسب بیش از 90% آرا بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است. او در سال 2003 میلادی جانشین پدرش حیدر علیوف به عنوان رئیس جمهوری آذربایجان شد. گروه های حقوق بشری میگویند که انتخاباتی که در باکو برگزار شده آزاد و منصفانه نیست. مقامات جمهوری آذربایجان مدعی هستند که انتخابات ریاست جمهوری که بعد از سرکوب اخیر رسانه‌ها برگزار شد منصفانه و شفاف است و محبوبیت الهام علیوف بعد از پیروزی در قره‌باغ افزایش یافته است. وزیر کشور ترکیه از بازداشت 147 فرد مظنون به داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی داعش خبر داد. عملیات بازداشت این افراد روز پنجشنبه 19 بهمن ماه به طور همزمان در 33 استان ترکیه انجام شد. علی یلدیکایا وزیر کشور ترکیه این خبر را در شبکه X اعلام کرد اما به هویت این افراد اشاره ای نکرد. بعد از وقوع تیراندازی در کلیسای ایتالیایی به نام مریم مقدس در شهر استانبول که روز 8 بهمن ماه رخ داد، گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پیشتر وزیر دادگستری ترکیه گفته بود که 25 مظنون
25 مظنون به طور رسمی در ارتباط با تیراندازی و کشتن یک مرد در جریان مراسم در این کلیسا در استانبول بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی مفصل خواستار افتتاح پرونده‌ای علیه رئیس جمهوری روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در شهر ماریوپول در اوکراین شد. دیدبان حقوق بشر در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد با اشاره به حملات بی‌امان مسکو به ماریوپول یادآوری کرده که این حملات جان هزاران تن در این شهر را گرفته و بیشمار ساختمان و منزل مسکونی را ویران کرده است. در این گزارش همچنین آمده که این حملات سپس با کارزار گسترده روسی سازی از طرف حکومت ولادیمیر پوتین همراه بود، کارزاری که هدف از آن پاک کردن هر گونه نشانه از زبان و فرهنگ اوکراینی توصیف شده است. درخواست باز شدن پرونده جدید علیه رئیس جمهوری روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در حالی مطرح می شود که پیشتر دیوان کیفری بین المللی هم برای ولادیمیر پوتین به اتهام مشارکت در ربایش کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده است. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا هموار می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. اوله کنوننکو، کیهان نبرد روسی، به تازگی یک رکورد جدید جهانی برای طول زمان اقامت در فضا را به ثبت رسانده است. او بیش از 878 روز در فضا بوده و دوره اقامت او هنوز تمام نشده است. کنوننکو در حال حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر می‌برد که در حدود 260 مایلی بالای سطح زمین در حال گردش است.
سفر فعلی او به فضا قرار است در اواخر سپتامبر به پایان برسد که تا آن زمان طول سفر فضای او در مجموع به 1110 روز در فضا می رسد. خواب خرس قطبی، عنوان اکسیس از یک خرس قطبی کم سن و سال که روی کوه یخ خوابیده است. این عکس توسط نیما ساریخانی، عکاس ایرانی بریتانیایی ثبت و برنده جایزه بهترین عکس سال حیات وحش در سال 2024 شد. نیما ساریخانی، عکاس ایرانی بریتانیایی، برای ثبت این تصویر که مدیر موزه تاریخ طبیعی لندن آن را میخکوب کننده و تکان دهنده توصیف کرده، 3 روز در جستجوی خرس‌های قطبی بوده و در میان مه غلیظ در مجموعه جزایر سوالبارد در شمالی ترین نقطه نروژ ثبت شده است. تاریخانی با کسب رکورد 75,000 رای از میان 24 فینالیست دیگر برنده این جایزه شد. این 25 فینالیست توسط موزه تاریخ طبیعی لندن و هیئت داوران بین‌المللی از بین 50,000 عکس ارسالی انتخاب شدند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.